پرزیدنت ترامپ میگوید توافق دولت های اسرائیل و مراکش برای برقراری مناسبات یک دستاورد تاریخی دیگر در جهت پیشبرد صلح و ثبات در منطقه شمال آفریقا است فرهاد پولادی و جزئیات بیشتر پرزیدنت ترامپ در توییتر نوشت امروز یک دستاورد تاریخی دیگر حاصل شد دولت های اسرائیل و پادشاهی مراکش دو دوست بسیار خوب ما توافق کردند که روابط دیپلماتیک برقرار کنند قانونگذاران و برگزیدگان مردم آمریکا از هر دو حزب دموکرات و جمهوری در کنگره از جمله سناتور مارکو روبیو و الیوت انگل نیز ضمن استقبال از برقراری روابط بین دولت‌های اسرائیل و مراکش حمایت خود را از این تحول اعلام کردند بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ضمن قدردانی از میانجیگری پرزیدنت ترامپ و مدیریت او در تحقق بخشیدن به این تحول شجاعت محمد ششم پادشاه مراکش را ستود I want to first thank Trump. ابتدا می خواهم از پرزیدنت ترامپ برای تلاش العاده او که به فراهم کردن زمینه صلح بین های اسرائیل و های عرب خاورمیانه میانه منجر شد تشکر کنم مردم و دولت اسرائیل تا ابد مدیون این تلاش های باشکوه و سمر بخش پرزیدنت ترامپ خواهند بود همچنین میخواهم از سلطان محمد ششم پادشاه مراکش نیز برای اتخاذ این تصمیم تاریخی که منجر به صلح بین ما شد تشکر کنم پادشاه مراکش نیز متقابلا با انتشار بیانی از پرزیدنت ترامپ برای تلاشهایش در این زمینه قدردانی کرد و مدیریت جرد کوشنر مشاور ارشد پرزیدنت ترامپ در پیگیری خط و مشی و سیاستهای دولت او را ستود آقای کوشنر پس از برقراری مناسبات بین دولت‌های مراکش و اسرائیل به خبرنگاران گفت دولت های عربی دیگری نیز در این مسیر منجر به صلح و ثبات و امنیت در منطقه قرار دارند که به زودی آمادگی خود را برای برقراری مناسبات با دولت اسرائیل اعلام خواهند کرد. فرهاد پولادی، صدای آمریکا.